سلام دوستان امروز چی قراره تو درس هشت یاد بگیریم؟ واس لینن بیا این لکسیون آخت امروز میخوام درباره زمایر شخصی یا پیزونال پرونومن تو سه حالت نومیناتیو آکوزاتیو و داتیو توضیح بدم. داستین پیزونال پرونومن اینها زمایر شخصی هستن. میبینید تو سه حالت نوشتم. ردیف اول رو تو درسهای قبلی توضیح دادم. اینها همون زمیر من تو او ما شما آنها در فارسی هستند. ردیف دوم هم زمیرها در حالت آکوزاتیو هستند و معنی من را تو را او را و غیره میده. و ردیف آخر زمایر در حالت داتیف هستند که بستگی به جمله و حرف اضافه میتونه داشته باشه و معنی های مختلفی مثل به من، برای من، از من و غیره بده. من تو درس امروز قصد دارم یکی یکی این زمایه رو با مثال توضیح بدم. پس با ادامه این ویدیو همراه من باشید. با ستون اول و دوم شروع می کنم. ون هستو میش انگقوفن کی با من تماس گرفتی دو زمیر فائلی هست به معنی تو میش زمیر شخصی مفعولی آکوزاتیو هست زمان جمله گذشته کامل هست به خاطر همینه که هست و به عنوان فعل کمکی از فعل هبن اوردیم و در آخر هم همونطور که میبینید شکل سوم فعل که فعل ما انگوفن هست شده انگروفن قبلا گفتم که فعل انقوفن یه فعل جدا شدنی هستش و همچنین یه فعل آکوزاتیف ساز هست و شما باید با آکوزاتیو بنویسید در آلمانی میگن من را تماس گرفتن یا من را زنگ زدن ولی ما در فارسی میگیم با من تماس گرفتن یا به من زنگ زدن ایش دیش gestern Abend angerufen. من دیروز از با تو تماس گرفتم. این با تو که گفتم همون دیش هست. که میبینید با رنگ قرمز نوشتم. بریم سراغ میا. دیشوه گفال میا نیشت. یعنی من از کفش ها خوشم نمیاد. یا مورد پسند من نیستن. گفالن یه فعل داتیف هست و معنیش میشه پسندیدن یا خوش اومدن. چون فعل داتیف هست پس زمیر شخصی هم باید داتیف بیاد. برای همینه که نوشتیم میا. فعل پسن یعنی مناسب بودن یا اندازه بودن. داس زوما کلای پس میا نیشت. یعنی لباس تابستونی مناسب یا اندازه من نیست. این فعل هم یک فعل داتیف ساز هست. داس کلاید پستی نیشت؟ یعنی لباس اندازت نیست؟ یا لباس اندازه تو نیست؟ میبینید اینجا دیا نوشتیم. مثال برای ستون اول و دوم دیدیم. بریم سراغ ستون سوم، چهارم و پنجم که همون سوم شخص مفرد یا دیگه پزونال هستند. ea او مذکر هست اس اوی خونسا هست و زی او جمع هست میدونید که آلمانی ها برای همه اسم ها جنسیت دارن پس او میتونه برای اشاره به هر اسمی باشه مثلا چون چنگالی اسم مؤنث هست به جاش بخوان زمیر بیارن میگن زی داس دی گابل. این یه چنگاله زی ایس فابن. او طلایی رنگ است میبینید که به جای دی گابل زی نوشتیم بریم اول سراغ اسم های مزکر میبینید زمیرش در حالت اکوزاتیو میشه این و در حالت داتیو میشه ایم. ده تپیش لیکت فوس بودن یعنی فرش روی کف زمین هست یا کف اتاق هست. ده فوس بودن یعنی کف کف اتاق. میبینید که آرتیکل تپیش دا هست و این اسم به معنی فرش یا قالیه. میخوام بگم رضا اونو به دیوار آویزون میکنه میگم رضا هنگ این پس چون فرشی اسم مزکر هستش به جاش این نوشتیم البته اینجا باید دقت کنیم که حالت آکوزاتیو هست میبینید که اینجا تو حالت آکوزاتیف این میاریم حالا چرا تو این جمله آکوزاتیفه؟ چون میپرسیم رضا چه چیزی را به دیوار آویزون میکنه پس جوابو باید با آکوزاتیف بنویسیم برای حالت داتیو می‌بینید که برای اسم های مزکر ایم می نویسیم. دی هوزه ایم نیشت. یعنی شلوار اندازه او نیست. برای اسم های خونسا هم می‌بینید که در حالت آکوزاتیو اسم میاریم و برای حالت داتیفش هم ایم میگیم. و mein Geld? هستو اس es گیبن پول من کجاست؟ آیا اونو خرج کردی؟ چون میگیم گلد پس زمیرش در حالت اپوزاتیو میشه اس. و برای مثال حالت داتیوش نوشتیم داس از این فیت این یه اسب فیت یعنی اسب و آرتیکلش داس هست. ایش ای به ایم اتواسو فرسن. فرسن به غذا خوردن حیوانات میگن من به او چیزی برای خوردن میدهم میبینید که برای اسمهای خونسا در حالت داتیو ایم نوشتیم میرسیم به زمیر زی در حالت همون همونطور که میبینید همون زی نوشته میشه ولی در حالت داتیو ایا هست ایشلاد زی سومای بوتتاس پartی آین من او را به مهمانی تولدم دعوت میکنم منظور اوی معنس هست برای او مذکر میگفتیم این فعل جمله هم فعل آین لادن هستش که این فعل یه فعل جدا شدنی هست ایش هلف ایا یعنی من به او معنس کمک میکنم هلفن یه فعل داتیف هست. برای اول شخص جمع بیا میبینید که زمیر شخصی در حالت آکوزاتیو و داتیف هر دو اونس هستن. زی نامن اونس میت ایندی دی آنها ما رو با خودشان به شهر بردن. زمان جمله گذشته ساده هست. گذشته نیمن میشه نامن هیلپس دو اونز یعنی آیا به ما کمک میکنی؟ اینجا نقش اونز داتیف هست میبینید که زمایر شخصی دوم شخص جمع هم تو دو حالت آکوزاتیو و داتیو یکی هست. اوش تو جمله اول آکوزاتیو هست و تو جمله دوم نقش داتیو داره. ازت یعنی او شما را میبیند. منظور شما چند نفر هست. فعل جمله زین هست. این فعل یه فعل بیقاعد است و همونطور که میبینی تو سوم شخص مفرد صرف شده زید. و جمله دوم. ایش لای اویش ماین آتو. من ماشینم رو به شما قرض میدم. لاین یعنی قرض دادن. و میریم به آخرین بخش. میبینید که زمایر برای آنها و شمای محترمانه یکی هستند و تنها تفاوت در نوشتن حرف اول هست. برای حالت محترمانه هر جای جمله بخوایم بنویسیم باید با حرف بزرگ نوشته بشه. ایش هول زی هوف اپ. چون با اس بزرگ نوشتیم معنیش میشه شمای محترمانه. من شما را از ایستگاه قطار میارم. اپولن یعنی آوردن و یا دنبال کسی رفتن. اگر با اس کوچیک می نوشتم هم میشد معنی کرد آنها را و هم او معنس را. ویا دانک اینن یعنی ما از شما تشکر می کنیم. فعل دانکن یعنی تشکر کردن و یه فعل داتیف هست. امیدوارم این زمایه رو خوب یاد گرفته باشید و به درستی برای نام نوشتن و ساختن جمله ها استفاده کنید. ممنونم که با یه درس دیگه همراه من بودید. تا درس آینده خدا نگهدارتون باشه.